بابا یوزیه این اینجور آره هدف رو هوا با تناب داره لیز میخوره میزنه. یو برای اکسیره اینو ریاکشن بچه خوش آمدید بچه های نظامی باز اومدیم بریم سراغ یک ویدیوی مقایسه دیگر بین نیروهای نظامی ایران و نیروهای نظامی امارات اسلامی افغانستان که ببینیم کدومشون میتونن قوی تر باشن کدومشون قویه دیگه بریم ببینیم که چه جوریه ارتش کدومشون قویه کلا نظامی کدومشون قویه ویدیوهای سمی و خفن اکشن باز و امیدوارم دوست داشته باشید یه خیلی گشتیم ویدیو رو پیدا بکنیم خیلی خفنه بریم که با هم دیگه ببینیم دوتا رو و امیدوارم دوست داشته باشید و حتما حمایت بچو ایده که چیزی دارید در مورد داستانای نظامی داخل کامنت واسه ما بنویسید و حمایت بکنید واسه دوستاتون بفرستید بریم سراغ این ویدیو Let's go. Weapons and in this video we're discussing the Iranian special forces. The in that range یاد چیز افتادم کال اف دیوتی قشنگه. من همش تو همین ویدیو میام کال اف دیوتی. ولی بچه پابجی اگر دوست دارین با ریسن بریم با هم دیگه تو یکی چنل بذاریم. بچه پابجی باز بریم. Started. After many years of international sanctions that crippled the Iranian army's ability to modernize, Iran has come to rely heavily on its light infantry and special forces. من این ویدیو هیچ وقت از ایران نایده بودم. باورت میشه؟ بریم یه اسپورتاج اون جلو. Breaking out with a regional adversary. The exact numerical strength of the Iranian special forces is unclear, but it must be in the tens of thousands. Given such a large size and diverse composition, the level of training and the quality. پوزیشنشون اینجوریه. تو لانچ کردن واقعا کارشون درسته. چون یه کلمه لانچ کردنشون خوبه. پوزیشن که خوب نیست. ولی خوب نه منظور بپرن دیگه. آره دیگه. مثلا اینجوریه. خمپاره. The 65th Nohead Independent Airborne Special Forces Brigade. On Nohead, 65 no. چیه دیگه؟ گروه Nohead. To be the best trained and equipped of the army's special forces. او اینا مال خودشه. اینا سازنده ایران، اینا خودش ساخته. حالا الهام گرفته از یه ماشین دیگه شاید باشه. آره خب ولی فکر کنم اینه. توی از دونم فکر کنم علاوه مقاومت بدنه ای بود یه دونه آمریکا داره اینو که این رو دستون بلند شد فعلا از رو قوی تر از این ساخته نشد الان یه دونه ایران من تو یوتیوب دیدم که درست کردن آقا دوتا چیز داره بغلش یه توپی پوپل مانند اینجوری خب اینا جمع میکنن زمانی که دیگه میخواد از این ور آب بره مثلا رودخونه رو میخواد رد بشه نمیتونه بره با میکنه اونا رو میندازه تو آب با قایق میره اونور باز ایران جمع. آره نیدم اینو نیدم The regular army commando brigades meanwhile commando. Were more like light airborne assault units in terms of their composition and hardware. There is next to no information about the special forces units of the Ministry of Information, which is the main Iranian foreign political intelligence and counterintelligence agency. هشمام روی موتور چهارچرخه تفنگ بود دیدی؟ من چیزی ندیده بودم تا حالا نگاه. The Ministry of Information, which is the main Iranian foreign political intelligence and یعنی تو داری میرونی میتونی یه دست بگیری دک بندازی دک بزنی اینجوری صدا تیرم شما شنیدید احتمالا بریم ادامه Counter Intelligence Agency Information about the ministry itself is scarce and unreliable Naval Special Forces The Iranian Navy has four large marine units There are three marine brigades stationed in the south in the Gulf of Oman اینا نیروهای دریایی که اینجوری با قایق تندرو میان یا محاصره میکنن مثلا ناو انگلیس و اینا رو من دیوونه اینا که تو بسای هوا چیز آبیان اینو دیدی الان اینجوری کول گرفته بود بچه تو پابجی بازی میکنی آخه میتونی اینجوری برداری یا یار خودتو یا اون یکی رو اصلا مقابل رو یارو زدم زخمی کردم انداختم رو کولم بردم انداختم تو آب گفتم اونجا بمین یعنی قشنگ عذابش دادم تو بازی بریم زد ماش آقا نگو دیگه هی نه صدا قطع میشه اونجا بایسا Just like the army commandos, the Iranian marines lack their own armed vehicles. Nah, that too, Opgosh. Are Opgosh. Neither are they very numerous, which makes them ill-suited for such tasks as storming well-equipped coastal defenses or holding forward bases against the enemy's mechanized units. Holding. Not to timer. Timer me, Iran. Main tasks are therefore twofold. Contributing to Iran. یکی از از کاری با بعد داستان دیاش دادم یکی از قوی ترین نیروهای نظامی دریایی داره. به خصوص با این قایق تندرو یهو می‌بینی قایق پشین کرد آره دیگه اصلا الان برای که خلیج خلیج همیشه فارس هیچ که جرأت نداره رد بشه سر همین موضوعه ای جلو چرخ دیدی اونجا واسه بود اینا نیروی عملیاتی انا او
داداشم اسنایپ یاد آی جی آی افتادم اینجوری تیر میزنی دوم یا صدای دوم اینجوری میومد از اونا که میندازن روشون وای میستن یه جا یه گوشه توپ یا رد میشه توپ یه دونه میزنه میدونی یارو میگفت زمانی که میخوای شما مثلا صدا خفه کن نداری با چیکار کنی میگن اون فیلتر ماشین رو وا میکنی فیلتر روغن ماشین رو خب یه دونه اون کلش بسته میشه به کلگی اصلاه یه دونه که میزنی خودت سوراخ میکنه اونجا رو خب برات میشه صدا خفه کن مثلا یه جا گیر کردی توی ویدیویی که درست کرده بودم از شما داداشم گیر خونه اومدم باز اینی که دیدیم دیگه ببین چند چند فریم ضبط کردن این فیلم اینجوری در اومده همیشه برام سواله نیگو اینا نیروی ایران ها اون نیروی نوهد بود اینا نیروی دیگه است And the Iranian Navy units have their own areas of responsibility. The guards are responsible for the Persian Gulf, whereas the Navy has the Strait of Oman and the Caspian Sea. The Revolutionary Guards naval units are geared for asymmetric warfare. They lack any large ships. I'm thinking اونا چیز بودن مال مثلا نیروهای سپاه بودن اینا نوپوان بریم سراغ نیروهای افغانستان ببینیم که اونا چه جوریان لتس گو اینا هم که عشق بلند کردن لاستیک دارن او حسین او من اینجوری بردن تو سربازی من یه بار اونجوری یکی زدم با از باتون زدم حاجی منو گرفتم بردم بغل استخ یه جا بود این خاراج که دیدی او اونا اینجوری من سینه خیز میرفتم نزدیک 2-3 ساعت عذابم دادم فقط خیز میکرد زمین و میگفت برو بریم وای این مثلا جنازه داره میبره تا الان من بخوام به چی میگن به طراحی لباس و اینا امتیاز بدم خب لباس افغانستان بیشتر دوست دارم من طراحیشو چون نزدیک به آمریکا آره الهام گرفته از آمریکا خب لباساشو یه ذره اونها خفن‌تره خدایش انصافا خفن‌تره تو برف چه باحال این نیروهای برفیشو سفید پوشیدن آره. پرچم هم سفید بود چی بود زدن چی بود زدن اونجوری انقدر موشک نبود این تاری میتاری بود نه دیدی قدرت صوتشو دیدم اینا شهیداشون هم فکر کنم اینا فکرم شهید بعید هم فکر کنم نکنه از اون جان پداست که میرن خودشون یه چیزی میبندن میرن اونجا منفجر میکنن آره دیگه همون بشک زرداز فکر کنه بچه بگین اینا رو میگم خفن ما خل سلاح کردن فکر کنم این میخواد دفاع شخصی بکنه نذاره بگیره سلاح و وایسا ستاره زد یه دانم زد سلش نذاشتی دیبت گفتم ببین قدرت دستات باید اینقدر قوی باشه که با اسلحه یا رو بندازی زمین خیلی خفنه خیلی خفنه واقعا جای تحسین داره بچه این ویدیو پارت 2 هم داره اگر دوست داشتیم بگیدیم آره. اگه حمایت بشه به بالای 10K برسه قطعا پارت 2 میاد بریم تبر اصلا چیز تو درخ نگاه اینجا آخه خب بهت نگفتم من رفته بودم شما رفتم اونجا شلیک کردم اوتو بچا رئیس نبود به خاطر همین ویدیو نمیتونستم بذاریم آره یه ذره ویدیو کن شده بود یه چون نقطه قشنگ گرفتم وسط درخت از اونایی که چیز میکنن اینجوری تفننی شکاری بود بابا آره بابا بعد اینقدر رو مخ بود قشنگ ببین مثل بازی خب اسنایپر ایکس بازی کردی بازی تو گوشی تا نفس رو تحبسه میکردی نمیتونستی تنظیم چون اینقدر دوربینه این ور اون ور میشد نمیتونستی هدفت رو پیدا کنی ولی واقعا خالو زدم یه خالو زد دیگه خالو وسط رو زدم قشنگ تو فاصله بهت بگم چقدر پول دادم به 10-15 متر نه پول که ندادم خودم بودم به خودم پول دادم اینا با کلتم شلیک کردم من
ولی خب لگدش زیاده. او داره چیکار میکنه؟ او تو فکر کن آدم با این مثلا تمرین و با این مکافات و با این نمیتونه درگیر بشی، فشار تو این فشار این باز شلیک میکنه بچه، یه لگدی براش داره. فکر کن من شلیک کنم تا قشنگ پرد میشم. من از در جا میذارم، من اونجا رو هوا میمونه، من میرم اول. او یوزیه اون کلش انگار حاجی رو هوا داره شلیک میکنه. اینو نگاه، این کلش کوب است. وایس اینجا رو، اینجا رو بابا یوزیه این. اینجا رو آره هدف رو هوا با تناب داره لیز میخوره میزنه. حاجی این خیلی پشیم، این خیلی خفن بود. بریم، خیلی سخته، صد تیره الان. برر حاجی صد تیر رو گرفته دستش، مثل کلت داره شلیک میکنه. انگار تو بگو یه صد تیر دست میکنه، اینجوری میخوای بزنی. اصلا لگد داره فراوان، دیدی که داشتی دستش رو تکون میداد، نگاه کن. بریم، چه استایل خوبی داره این. میبینی دستش اینجوریه؟ آه این خیلی بده. یا اول فصل چی بود اون؟ او اینا که دیگه چی بود اون؟ اینا رو میبندن روی چی؟ این وانتا دیگه، تیرباره دیگه، میبنن رو وانتا. آره من در مورد آرپیچی زدن قبلا شنیده بودم، میگفتن که آرپیچی موقع که میزنی، اونا که آرپیچی میزنن که عادت کرده، ولی اونا که برای اولین بار آرپیچی میزنن یا میخوان شروع کنن، چند باری گوششون خوب میاد یا احتمال داره پرده گوششون پاره میذاری اینجا. آخه یه تکونت میده دیگه اینجوری، پشت چیز میده بیرون دیگه. آره فکر کن مثلا تو اینجا دستت بمونه، خودت بری یهو مثلا غیب شی. نه حالا اونجوری هم اشتباه بزنی یهو مثلا کلش اینجوری بیفته زمین، همونجا خودت جوانمرگ میشی. اوه چقدر بد میشه ولی. بریم، اوه این سفیدک ها اینا خیلی خوشگلن، چقدر لباساش خوشگله. حاجی باور کن لباسه آمریکا رو برداشته، چون آمریکا هم همین استایلو داره، لباسه برفیشون سفیده. سفیده چرا خفنه. یاد بازی کال آف دیوتی مودرن وارفر 2 فکر کنم. جونم اوه رو هوا دارن میزنن حاجی. ببین اینا در کل باید تو همه شرایط، تو شرایط سخت، شرط آسون، اصلا آسون که ندارم به نظر من. نه دیگه شب بدتر دیگه، آسون ترینشون مثلا توی گل را میرن دیگه. دقیقا بچه بگن این خیلی طولانی میشه اینجوری. پارت دوشم بچه گفت دیگه رسیم در که برسی حداقل لایک ها حتما به 500 تام برسونید. دمتون گرم و لایک و سابسکرایب، زنگوله ایسا رو نزنید بچه ها، بزنید و خدافز. Disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering.